سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا فردا سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 اوضاع در منطقه خاورمیانه به ویژه در جنگ غزه، در جنگ لبنان و عملا جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل هر روز بحرانی تر میشه. همین شرایط رو میتوان در جنگ اوکراین، در واقع جنگ نیابتی بین کشورهای عضو ناتو و روسیه در شرق اروپا مشاهده کرد. در دو منطقه استراتژیک در جهان جنگ‌های هولناکی در جریان هستند که می‌توانند موقعیت‌های ژئوپلیتیک در این دو منطقه کلیدی در جهان را به طور محسوسی تغییر بدهند و نظم کنونی در جهان را به کلی متغیر بکنند. از سوی دیگر خطر کشیده شدن بشریت به یک جنگ جهانی سوم که بدون تهدید آن یک جنگ هسته‌ای خواهد بود بسیار بالاست. در خاورمیانه، در جنگ اسرائیل در نوار غزه و در جنگ لبنان و عملا در جنگی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در جریانه، هیچ گونه شواهد و مستندی که بتوان بر اساس آن ادعا کرد که این رویارویی نظامی خطرناک در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا خاتمه خواهد یافت و یا اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری تا تحلیف رئیس جمهور آینده در آمریکا در ژانویه 2025 متوقف خواهد شد وجود ندارد، بلکه برعکس در نتیجه انتخابات آمریکا بحران در خاورمیانه میتونه با شدت بیشتری ادامه پیدا بکنه و جهان را به سوی جنگ جهانی سوم سوق بده. آنچه که در روز 26 اکتبر 2024 در حمله بیش از 120 بمب افکن و جنگنده های اسرائیل به ایران اتفاق نیفتاد، تخریب سیاست سیستم های راداری و پدافندی جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه آن تخریب تمام زیرساختارهای موشکی، پهپادی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بود. هدف حمله 120 بمب افکن اسرائیلی به ایران که میبایستی سیستم‌های راداری و پدافندی ابتدا در سوریه و در عراق و پس از آن در ایران را کاملا تخریب می‌کردند و با باز بودن آسمان ایران بمب افکن‌ها از آسمان عراق وارد آسمان ایران می‌شدند و مهمترین مواضع موشکی، پهپادی و نظامی و همچنین پایگاه‌های کلیدی نظامی در تهران، در اهواز، در آبادان، در مناطق شمال و غرب ایران را نابود می‌کردند، عملاً با شکست روبرو شد. متخصصین امنیتی و نظامی بریتانیایی و آمریکایی مانند آقای آلستر کورک و آقای اسکات ریتر مدعی هستند که طرح جنگ سه مرحله‌ای اسرائیل بر علیه ایران شکست خورد، زیرا ارتش اسرائیل که جنگنده‌هایش تا 70 کیلومتری ایران پیشروی کرده بودند با یک سیستم پدافندی ناشناخته و مرموزی در ایران روبرو شدند که توانایی سرنگون کردن جنگنده های رادارگریز F-35، F-22 و F-15 که در حملات شرکت داشتند را داشتند. اسکات ریتر، یکی از افسران سابق ارتش آمریکا، اشاره به توان پدافندی ایران میکنه. او خاطر نشان میسازد که تصورات و توهمات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران یک نیروی نظامی جهان سومی است و به راحتی میتوان نیروی نظامی ایران را به زانو درآورد اشتباه میباشد. اسکات ریتر میگوید که آن صد از مهارت و تجهیزات که در حمله اسرائیل به ایران مشاهده شد نشان از توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران داره. اسکات ریتر میگه که جمهوری اسلامی ایران توانایی آن را دارد که جنگنده های F-35، F-22 و F-15 را با سامانه های دفاعی هوایی خودش که بسیار پیشرفته هستند ردیابی و در آسمان ایران آنها را سرنگون بکنه. این افسر سابق ارتش آمریکا اشاره میکنه که جمهوری اسلامی ایران تولید این نوع سامانه های دفاعی را بومی کرده و آنها صرفاً کپی سامانه های روسیه S-300 نیستند، بلکه آنها به طور خاص برای مقابله با تهدیدات F-35 رادارگریز، F-22 و F-15 طراحی شدند. آقای اسکات ریتر به موضوع دیگری اشاره میکنه و گفته که در زمان حمله اسرائیل به ایران بمب افکن های روسی در پرواز بودند
و آواکسای روسی در این درگیری شرکت داشتند. اگر این ادعای آقای اسکاتریتر واقعیت داشته باشه، نشان دهنده آن است که همکاری نظامی و امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه به مراتب عمیق‌تر از آنچه است که رسما اعلام میشه. قبل از حمله اسرائیل به ایران گزارش‌های زیادی منتشر شدند مبنی بر اینکه روسیه نه تنها سامانه دفاع هوایی S-400 را در ایران مستقر کرده، بلکه بمب‌افکن‌های سوخوی 35 روسی و سامانه دفاعی جنگ الکترونیکی روسیه به نام مورمانسک در ایران مستقر هستند. بنابراین دو حالت بیشتر وجود نداره: یا اینکه جمهوری اسلامی ایران قادر بوده با مهندسی بسیار پیشرفته سامانه‌های دفاعی ناشناخته و مرموز را خودش تولید بکنه، و یا اینکه آن سامانه بسیار مرموز و ناشناخته که آقای آلستر کورک، عضو سابق سازمان اطلاعاتی MI6 انگلستان با سابقه کاری بیش از 30 سال در کشورهای خاورمیانه از آن صحبت میکنه، همان سامانه جنگ الکترونیک مورمانسک روسی است که طبق گزارش ها چندی پیش از حمله اسرائیل از روسیه به ایران منتقل شده و احتمالا در غرب ایران مستقر شده. در واقع میتوان به یقین گفت که نتیجه حمله اسرائیل به ایران در روز 26 اکتبر 2024 در جنگی که در هیئت حاکمه ایران در جریانه، کفه ترازو را به نفع جبهه سیاست به توی شرق در مقابل جبهه نزدیکی به غرب سنگین‌تر از هر زمان دیگری کرده. پس از نشست اخیر سازمان بریکس در کازان روسیه به ریاست پوتین رئیس جمهور روسیه، خبرگزاری‌های غرب نتیجه گیری کردند که سیاست راهبردی جمهوری اسلامی ایران رفتن به سوی روسیه و چین و به سوی جبهه شرق. اگر گزارش ها و اخباری که در هفته‌های گذشته پخش شدند مبنی بر این که روسیه در جریان حمله اسرائیل به ایران نقش تعیین کننده را در ناکام کردن طرح سه مرحله اسرائیل بازی کرده حقیقت داشته باشند، حاصل آن را باید در سیاست راهبردی بدون بازگشت جمهوری اسلامی ایران در رفتن به سوی جبهه شرق و همپیمانی با روسیه و چین و کره شمالی دید. در نشست اجلاس بریکس در روسیه در اکتبر امسال سال 2024، پزشکیان رئیس جمهور ایران خطاب به پوتین گفته بود که امیدوار است که طرح توافقنامه دو جانبه روسیه و جمهوری اسلامی ایران هرچه زودتر به امضا برسه. پزشکیان در نشست بریکس خطاب به پوتین رئیس جمهور روسیه خاطر نشان ساخت که او شخصا مسئولیت را بر عهده میگیره تا هرچه زودتر توافقنامه راهبردی دو جانبه بین روسیه و ایران امضا بشه. دریافت سامانه دفاعی S-400 و سامانه جنگ الکترونیکی مورمانسک و مدرن‌ترین جنگنده های روسی سوخوی 35 که حتی گفته میشه که خط تولید این نوع جنگنده های روسی در ایران در حال اجراست، نشان دهنده آن است که اظهارات آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که پس از حمله اسرائیل به ایران گفت که همکاری نظامی بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست، واقعیت داره. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از حمله اسرائیل به ایران، روسیه و چین به دفاع از ایران پرداختند و حمله اسرائیل را محکوم کردند. همه این رخدادها نشانگر این است که جمهوری اسلامی ایران پس از حمله اسرائیل خود را در موضع ضعف در مقابل اسرائیل نمیبینه، بلکه برعکس با شتاب بیشتری به سوی شرق روسیه و چین و با دریافت سیستم‌های پدافند لیزری در مقابله با حملات پهپادها از چین و حمایت نظامی روسیه، مواضع نظامی خودش را در خاورمیانه و همچنین در سطح دیپلماتیک در جهان در انزوا و چالش نمیبینه. با توجه به اینکه اسرائیل با حملهش قادر نشد بازدارندگی به وجود بیاره، جمهوری اسلامی ایران به تشدید تنش با اسرائیل و با ایالات متحده آمریکا روی آورده. همانطوری که در گذشته اعزام چندین ناو هواپیمابر ایالات متحده آمریکا با ده ها ناوشکن و کشتی های جنگی به آبهای نزدیک ایران به عنوان هشداری به ایران
تأثیری در عزم حاکمان جمهوری اسلامی ایران در حمله موشک‌های بالستیکی ایران به اسرائیل در روز اول اکتبر 2024 نداشت و ایران 200 موشک بالستیکی به اسرائیل پرتاب کرد که تعداد زیادی به اهداف اصابت کردند. به نظر نمی‌رسه که استقرار دو سامانه دفاعی تاد آمریکا در اسرائیل و اکنون فرستادن چندین بمب‌افکن استراتژیک B-52 به خاورمیانه، آنطوری که پنتاگون اعزام آنها را به عنوان هشداری به ایران اعلام میکنه، تأثیری در تصمیمات رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی در سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران در حمله دیگری به اسرائیل بگذاره. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در روز جمعه اول نوامبر 2024 در بیانیه اعلام کرد که این بمب‌افکن‌ها به همراه جنگنده‌ها، هواپیماهای سوخت رسان، ناوشکن‌ها و ناو هواپیمابرها برای دفاع از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه و برای دفاع از اسرائیل و کاهش تنش‌ها از طریق بازدارندگی به خاورمیانه فرستاده می‌شوند. همزمان پنتاگون به ایران اخطار داد که در صورت حمله دیگری به اسرائیل، ایالات متحده آمریکا قادر نخواهد بود جلوی حملات تخریبی وسیع اسرائیل در ایران را بگیره. در سابق هم در پی ترور اسماعیل هنیه در تهران، ژنرال لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در ماه اوت 2024 دستور اعزام ناوها و ناوشکن‌های زیادی را به خاورمیانه و دریای مدیترانه داد تا در صورت حمله ایران به اسرائیل موشک‌های بالستیکی ایران را ساقط کنند. این اقدامات پنتاگون هم بازدارندگی ایجاد نکرد. حمله اول اکتبر 2024 جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل نشان داد که حاکمان ایران تا زمانی که آمریکا و اسرائیل قادر نباشند اقتدار نظامی به ویژه موشکی و پهپادی ایران را نابود کنند، در سیاست‌های خودش برای مقابله با اسرائیل مصمم می‌مانند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز دوم نوامبر 2024 گفت دشمنان ایران، چه اسرائیل و چه ایالات متحده آمریکا، پاسخ دندان شکن خواهند گرفت. خامنه ای گفت که همه اقدامات ضروری، چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات و از لحاظ کار سیاسی در حال انجامه. همچنین سرداران سپاه و ارتش هم اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران به حمله اسرائیل با وعده صادق 3 پاسخ خواهد داد. این تهدیدها از جانب سرداران سپاه پاسداران و آیت الله علی خامنه‌ای چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بیان می‌شوند. در روز شنبه 2 نوامبر 2024 روزی بود که رهبران سیاسی و نظامی ایران تهدید به زدن اسرائیل می‌کردند. اما در روز یکشنبه 3 نوامبر 2024 آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران در حین سخنرانیش در جلسه هیئت دولت گفت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و امنیت خود را بی پاسخ نخواهد گذاشت. پزشکیان گفت که آنها می دانند که در صورت هر گونه خطایی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ دندان شکنی را دریافت خواهند کرد. پزشکیان در ادامه سخنانش اشاره کرد که اگر اسرائیل در رفتارش تجدید نظر بکنه و آتش بس در غزه و لبنان را بپذیره، ممکنه در نوع و شدت پاسخ جمهوری اسلامی ایران اثر داشته باشه. با اینکه نمیتوان دانست که در پشت صحنه بین کسانی که در هیئت حاکمه ایران خواهان حمله شدیدی و فوری هستند و کسانی که قصد عملی شتاب زده را ندارند چه میگذره، میتوان حدس زد که رهبران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی منتظر نتیجه انتخابات در ایالات متحده آمریکا می باشند. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا می نویسد که پاسخ ایران به اسرائیل پس از انتخابات آمریکا و قبل از تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا در ماه ژانویه 2025 انجام خواهد شد. وال استریت جورنال به نقل از مقامات عرب می نویسه که ایران پیامی از مجاری دیپلماتیک ارسال کرده که بر اساس آن ایران در حال برنامه‌ریزی برای یک پاسخ پیچیده به اسرائیل است که با سر جنگی‌های قوی‌تر و سلاح دیگری می‌باشد.
وال استریت جورنال به نقل از منابعی در ایران می نویسه که ایران نمی خواهد با حملاتش قبل از انتخابات در آمریکا بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذاره. بنابراین طبق گزارش این روزنامه پاسخ ایران پس از انتخابات 5 نوامبر 2024 و قبل از تحریف رئیس جمهور آمریکا در ماه ژانویه 2025 خواهد بود. حتی مقام‌های بلندپایه مصری و عمانی اعلام کردند که طبق اطلاعات آنها پاسخ ایران حتمی و پیچیده‌تر و قوی‌تر از اول اکتبر خواهد بود. اینکه انتخابات روز 5 نوامبر در ایالات متحده آمریکا انتخاب خانم هریس و یا آقای ترامپ چه معنایی برای آینده ایران و تصمیمات رهبران جمهوری اسلامی ایران در بحران خاورمیانه و سیاست‌های ایران به سوی غرب یا شرق خواهد داشت، به نظر نمی‌رسه که در سیاست حکومت ایران تغییرات معناداری به وجود بیاد. طبیعی است که اگر آقای دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب بشه، او تلاش خواهد که مواضع اسرائیل را در مقابل جمهوری اسلامی ایران تقویت بکنه و همه ابزارهای لازم را برای تحریم‌های بیشتر ایران و تضعیف نظامی ایران به کار بگیره. ترامپ برای بازسازی توان نظام اسرائیل و بازدارندگی آن در مقابل ایران، همانطوری که در 4 سال ریاست جمهوریش در گذشته به تقویت سیاسی، نظامی و گسترش جغرافیایی اسرائیل با به رسمیت شناختن به الحاق بلندی‌های جولان و بردن سفارت آمریکا به اورشلیم پرداخت، این بار هم به احتمال بسیار قوی به اسرائیل چک سفید خواهد داد. ترامپ در طی مبارزات انتخاباتی و جنگ اسرائیل در غزه اعلام کرد که اسرائیل کوچکه و باید وسعت یابد. در واقع میتوان نتیجه گیری کرد که دیدگاه‌ها و ارزش‌هایی که مورد تایید دونالد ترامپ در رابطه با مناقشات خاورمیانه است، همپوشانی کامل با سیاستمداران دست راستی در کابینه آقای بنیامین نتانیاهو در اسرائیل داره. راست افراطی در کابینه آقای نتانیاهو و همچنین سیاستمداران حزب لیکود انتظار دارند که ترامپ به قدرت برسه و فشار برای رسیدن به آتش‌بس در غزه و لبنان از سوی آمریکا نباشه. خانم هریس میگوید که در صورتی که او رئیس جمهور آمریکا بشه، تلاش خواهد کرد که جنگ در غزه، جنگ در لبنان خاتمه یابد. اگرچه او از حمایت بدون چون چرا از اسرائیل تاکید کرده. در مبارزه انتخاباتی خانم هریس در کمپین خود گفته است که هنوز راه‌های زیادی برای قانع کردن اسرائیل و رسیدن به آتش بس از طریق مذاکره وجود داره. در واقع جمهوری اسلامی هم خواهان آتش بس در نوار غزه و در لبنان می باشه تا جنگ بین ایران و اسرائیل خاتمه یابد. اما تفاوت فاحشی بین خواسته های جمهوری اسلامی ایران و حزب دموکرات ها در رابطه با آتش بس در آمریکا وجود داره. جمهوری اسلامی ایران با شرایطی برای آتش بس موافقه که نتیجه آن شکست حماس در غزه و حزب الله در لبنان نباشه و موجودیت حزب الله و حماس با آتش بس حفظ بشه. حزب الله قدرتمندترین نیروی نظامی در لبنان و با نفوذ سیاسی در این کشور باقی بمونه و حماس در آینده غزه نقش تعیین کننده داشته باشه، در حالی که خانم هریس و دموکرات‌ها خواهان نابودی جنبش حماس در غزه و شکست نظامی حزب الله و از دست دادن نفوذ سیاسی و نظامی حزب الله در لبنان میباشند. ترامپ با خواست نتانیاهو از برجام خارج شد. تحریم‌های حداکثری را پیش گرفت. قاسم سلیمانی را در عراق کشت و در تلاش بود که ایران را در منطقه خاورمیانه تضعیف و جایگاه اسرائیل را بسیار بالا ببره و باعث آشتی رهبران عرب و اسرائیل در مقابله با ایران بشه. اما تمام این تلاش‌ها تأثیرات زیادی نه در رابطه با تحریم‌ها و نه در رابطه با سیاست‌های اتمی ایران نگذاشتند. ایران به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد و در سیاست اتمی‌اش حتی در زمان آقای ترامپ به گسترش غنی‌سازی تا سطح 60% اورانیوم رسید. تمام تلاش‌های ترامپ در خاورمیانه و خلیج فارس برای عقب راندن امکانات نظامی ایران به جایی نرسید. آقای ترامپ
به سیاست سابق خود در قبال ایران، آیا آقای ترامپ به سیاست سابق خود در قبال ایران ادامه خواهد داد، همان چیزی که آقای نتانیاهو خواهان اونه؟ در واقع در زمان ریاست جمهوری جو بایدن هم اگرچه او در ابتدا از مذاکرات اتمی با ایران و ورود آمریکا به برجام صحبت میکرد، ولی عملا سیاست های تحریم حداکثری ترامپ در زمان آقای جو بایدن ادامه یافتند. آمریکا به برجام باز نگشت، تحریم های بیشتری را اتخاذ کرد و در جنگ غزه و در جنگ لبنان و اکنون بین ایران و اسرائیل، دولت آقای جو بایدن با معاونت خانم هریس کاملا در حمایت کامل از مواضع اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. خانم هریس جمهوری اسلامی ایران را دشمن شماره یک آمریکا میدونه و ایران را حکومت یاغی میدونه که در سطح منطقه در خاورمیانه و در سطح جهانی در کنار روسیه در جنگ اوکراین و در کنار چین رهبری جهانی آمریکا را به چالش میکشه. در جنگی که ایران با اسرائیل به توازن قوا دست یافته و اسرائیل دیگه قادر نیست ایران را مهار بکنه و از لحاظ نظامی به زانو در بیاره. گسترش جنگ در خاورمیانه و ادامه جنگ در غزه و در لبنان و بین ایران و اسرائیل نه تنها به معنای تقویت گروه های مقاومت ایران خواهد بود، بلکه همزمان با نبودن هر گونه توافق با آمریکا، سیاست حاکمان ایران نگاه به شرق و نزدیکی به روسیه و چین برای ایران فرصتی را پیش میاره که نه تنها تحریما را به آسانی دور بزنه و قدرت نظامیش را تقویت کنه، بلکه روند عمیق‌تر شدن روابط تهران، مسکو و پکن شتاب بیشتری می‌یابد. در واقع با آنچه که توضیح داده شد، برای حاکمان جمهوری اسلامی چندان فرقی نداره که کدام یک از کاندیداها خانم هریس و یا آقای ترامپ انتخاب شود. جمهوری اسلامی ایران منافع خودش رو در نظر داره و باید در انتظار باشیم که تصمیمات در سیاست خارجی و نظامی ایران کوچکترین تغییری نخواهد داشت، چه ترامپ و چه هریس به قدرت برسند. همکنون پیشبینی میشه که پس از انتخابات روز سه‌شنبه 5 نوامبر 2024 حزب جمهوری خواه اکثریت در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا را به دست خواهد آورد. اگر هریس انتخاب شود، مشکلات زیادی با کنگره با اکثریت جمهوری خواه خواهد داشت و با مواضع بسیار ضعف به کاخ سفید وارد خواهد شد. اما اگر ترامپ انتخاب بشه، میتونه با تحمیل نظر خود بر کنگره شرایطی را ایجاد بکنه که بسیاری از آمریکایی‌ها باور دارند که اگر ترامپ به قدرت برسه، دو جنگ اوکراین و خاورمیانه را خاتمه خواهد داد. علی‌رغم دوستی آقای ترامپ با نتانیاهو، ترامپ است که احتمالاً میتونه نتانیاهو رو وادار بکنه آتش بس را بپذیره، چیزی که جو بایدن و خانم هریس توانایی آن را ندارند. ترامپ کسی است که میخواهد جنگ در اوکراین را خاتمه بده. او زلنسکی را کاسبی و فروشنده میدونه که هر بار که به آمریکا میاد 100 میلیارد دلار آمریکا را تیغ میزنه. او علناً در آخرین ملاقاتش با زلنسکی گفت که جنگ اوکراین باید خاتمه یابد و کمک‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا بی پایان نمی باشند. همینجا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده ای کتاب رد پای من، میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من، میراث جنگ سرد، با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-74-77 kitab.com